درباره تو بیدار نشست و خفتن آموخت، که شبها برگاه باره تو بیدار نشست و خفتن آموخت. مگر این زن همان همسر و یار و غمخوار تو نیست، که عشق و محبت خودش را نثار تو و فرزندان تو کرد، و توی بی شرم او را حلق‌آویز کردی، و توی بی شرم او را سنگ سار نمودی. مگر گناه او چیست؟ چه جرمی را مرتکب شده است؟ میدانم گناه او چیست، میدانم گناه او چیست، میدانم گناه او این است که او یک زن است و آفریدگارش او را به وجود آورنده تو آفریده است. گناه او زیبایی اوست، گناه او مهربانی اوست، گناه او احساس ظریف اوست، گناه او شرم و حیای اوست، گناه او عشق اوست، گناه او محرومیت اوست، گناه او حق و حقوقی است که خدایش به او داده و توی مرد از او گرفته ای. توفا به روی تو ای مرد ناسپاس، توفا. مگر این زن همان زنی نیست که از پستان محبتش به تو شیر نوشاند و تو پستان محبت او را مثل یک حیوان وحشی و خونخوار از هم دریدی؟ وای به تو و صد لعنت به تو که با آفریدگار زمینت این چنین کردی. وای به تو خداوند آسمان ها از سر تقصیر تو بگذرد. و حال اگر میخواهی این وجود نازنین را خوب بشناسی، من او را در تابلوی نقاشی خودم برای تو به تصویر درآوردم. خوب توجه کن، آفریدگار آسمانی تو و او میگوید هیکل انسانی مانند پرنده است که یک بال آن مرد است و بال دیگرش زن، و برای پرواز و اوج این پرنده دو بال او باید با هم رشد کند، دو بال پرنده باید با هم مساوی باشد. اگر فقط یک بال این پرنده رشد کند و بال دیگرش کوچک بماند، پرنده انسانی هرگز نخواهد توانست که در پروازش اوج بگیرد، یا پروازش بسیار کند و ناقص خواهد بود، و یا بالاخره سقوط خواهد کرد. آفریدگار می‌فرماید از بد و آفرینش زن و مرد را مساوی آفریدم و به آنها حقوق انسانی مساوی عطا کرده ام، و هر دو باید از موهبت آزادی به طور مساوی برخوردار باشند. اگر تعصبات جنسی که ناشی از جاهلیت انسان بوده است تا به حال زن را عقب نگه داشته است، حال انسان باید از رکود نادانی و کور ذهنی به مقام دانش و آگاهی برسد. بداند که زن در تمام شؤونات زندگی با مرد برابر است. فشارهای متداوم و عتیقه‌ای بعضی از مذاهب و فرهنگ ها نگذاشته است که زن توانایی ها و قابلیت های خودش را آنگونه ای که باید و شاید نشان دهد. ولی در این قرن جدید، قرن ترقی بانوان است، آنها دیگر زیر بار زورگویی های مردان نخواهند رفت. در خیلی از مسئولیت های اجتماعی
شایستگی خود را حتی بهتر از مردان نشان دادند. با ظهور طاهره دنیای زن ایجاد شد، با توانایی زنی بر مردمان استاد شد. خود بزرگی های مردان جملگی برباد شد. زن ز زندان حقارت های مرد آزاد شد. در این دنیای پیشرفته امروزی که بسیار مکانیزه و کامپیوتری شده است، مردان دیگر حتی به نیروی بازوانشان هم که روزی کارهای سنگین می کرد نمی توانند نسبت به زنان احساس برتری کنند. چگونه می شود نیمی از انرژی جهان را که بانوان هستند ندیده گرفت و کنار گذاشت؟ چگونه می شود به صلح جهانی بدون مشارکت دادن زنان که مهمترین عضو مؤثر در این هدف هستند رسید؟ آیا این مردان نبودند که باعث تمام جنگ های جهان شده اند؟ آیا این مردان نبودند که باعث تمام جنگ های جهان شده اند؟ آیا این مردان نبودند که با زورگویی و خشونت فرزندان این مادران را از دامان پرمهر آنها جدا کرده و به میدانهای جنگ فرستاده اند؟ آیا این مردها نبودند که داغ جگرگوش شگان این مادران را به دل آنها گذاشتند؟ چرا؟ چرا و به چه حق؟ چرا و به چه حق؟ آیا مادری حق آن را ندارد که بگوید من مظهر عشق و محبت، که من مظهر عشق و محبت، صلح و آرامش هستم؟ نمیخواهم فرزندی را که جانم را برایش ایثار کردم برای هوس‌های شیطانی بعضی از مردان به میدان جنگ بفرستم. این چه بی‌عدالتی است که در حق مادران می‌شود؟ این حق زن است که در تمام امورات کشورش دخالت کند. با او باید درباره همه چیز مشورت شود. عقیده او و نظرش بسیار صائب است. وقتی که او به علم و دانش مطابق با یک مرد دست یافت، وقتی اجتماع برای او تبعیضی قائل نشد، او بلند همتی و بصیرت ادراکی توانایی های نهفته خود را به میدان خواهد آورد و مشکلات جهان به وسیله زنان و مردان قدرتمند و ارزشمند و با سواد در کنار هم و دوش به دوش هم حل خواهد شد. این اولین قدمی است که ما باید برداریم تا به آرامش و صلح و صفا برسیم. با خردمند شدن ما مردان رفته رفته برای من مسلم خواهد شد که برای رسیدن به صلح و آرامش جهان ما احتیاج به نیروی کیاست و دانایی، عشق و محبت بانوان داریم. این کار به تنهایی از عهده مردان
ساخته نیست، کما اینکه با داشتن تمام اختیارات قدرت های مردانه تا به حال نتوانستند جهان را به صلح و آرامش برسانند. پرنده انسانی هرگز نخواهد توانست فقط با یک بال پرواز کند، این محال است. برای انجام این مهم نیاز به رشد و همکاری بال دیگر پرنده می باشد تا پرنده انسانی بتواند به بلندترین نقاط پرواز کند. در نهاد مرد و زن پیمانه نیست، در نهاد مرد و زن پیمانه نیست تا وزین گردد یکی از این دوتا. پس بیایید از خانواده شروع کنیم، به بچه های من بیاموزیم که دختران و پسران با هم دارای حقوق مساوی اند. پدر و مادر در خانواده با هم برابرند. ریاست و برتری وجود ندارد، بلکه